بسم الله الرحمن الرحیم. وقت عزیزان بخیر. میخوایم در مورد جاز و ریشه‌گیری صحبت کنیم. منتها قبلش مقدمتاً یه توضیحاتی در مورد درس‌های سال 8 و 9 متوسطه 1 خدمتتون میگیم، چون اینا پیش نیاز درس جدیدمونه که اینا رو باید بدونیم. دوستان خوب دقت کنن، یه یادآوری میخوایم بکنیم بعد درس جدیدمون رو خدمتتون ارائه بدیم. ببینید بچه ها، مثلا عدد 1024 رو شما در نظر بگیرید. تمام اعداد طبیعی به غیر از 1 از ضرب اعداد اول ساخته شدن، یعنی تو ساختمون این اعداد، اعداد اول به کار رفته. مثلا عدد 2 خودش اوله، یه دونه 2 داریم، 3 اوله، 5 اوله، ولی عدد 4 از ضرب 2 تا 2 ساخته شده، عدد 6 از ضرب 1 2 و یه دونه 3 ساخته شده. پس تو ساختمون تمام اعداد، اعداد اول به کار رفته. پس ما میتونیم بگیم تمام اعداد از ضرب اعداد اول ساخته شدن، حالا یا یه دونه عدد اول بوده یا چند تا عدد اول رو در هم ضرب کرده. 1024 رو من میخوام تجزیه کنم به حاصل ضرب عوامل اول. یه خط میکشیم، شما تو سال 7 و 8 و 9 نمودار درختی انجام میدادید تجزیهتون رو. مثلا 1024 میگفتید 2 تا 512 تا، باز 512 رو تجزیه میکردید. ولی تو متوسطه 2 ما به این سبک عمل میکنیم، به این میگیم تجزیه خطی. یه خط میکشیم، این خط معنی تقسیم میده. اینجا فقط مجازیم اعداد اول رو بذاریم، عوامل اول رو بذاریم. 1024 رقم یکانش زوجه، به 2 بخش پذیره. پس 1024 رو تقسیم بر 2 میکنم، نصف 1024 میشه 512. این اعدادی که این طرف می‌نویسم به چشتون آشنا میاد. 1024 همون یکی که خودمونه، میگیم رم یکی یا هارد کامپیوترمون یکی که فضایی که میتونه ذخیره کنه یکی یا 1024. 512 رو دوباره تقسیم بر 2 میکنیم میشه 256. دوباره 256 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 128. 128 تقسیم بر 2 64. همین روند رو تا جایی که میتونیم ادامه میدیم. 32 تقسیم بر 2 16. 16 تقسیم بر 2 8. 8 تقسیم بر 2 4. 4 تقسیم بر 2 2. 2 تقسیم بر 2 1. تا جایی که به 1 برسیم. 1024 عدد خالصیه، ناخالصی نداره. مثل طلا که میگن عیارش بالاست، این فقط از عدد 2 ساخته شده. بشمارید میبینید 10 تا 2 در هم ضرب شده، شده 1024. پس 1024 2 به توان چنده؟ 10. پس هر موقع 1024 دیدیم سریع میگیم 2 به توان 10. 2 رو 10 بار در خودش ضرب کنید میشه 1024. 512 میشه 2 به توان 9. ببینید یه دونه 2 ازش بردارید، 9 تا 2 در هم ضرب بشه میشه 512. 256 اینا همه یه خانواده، میشه 2 به توان 8. عدد 2 رو 8 بار در خودش ضرب کنید میشه 256. 128 میشه 2 به توان 7. تا 128 رو دیدی بعد بگی 2 به توان 7، چون خانواده 2 رو من اینجا برای شما نوشتم. 64 2 به توان 6. 32 2 به توان 5. 16 2 به توان 4. ببینید 8 2 به توان 3. 4 2 به توان 2. 2 هم که یه دونه 2 دیگه. خب این خانواده عدد 2 بود. خانواده عدد 3 رو مثلا به شما بگیم، چون با این اعداد توی جذر و ریشه‌گیری کار داریم. شما باید جذر و مجذور بدونید، برعکس هم دیگه از اینا رو سالهای قبل گفتن که اینجا ارتباطاشو با هم دیگه بدونیم. خب بچه عدد 729 رو من تجزیه میکنم. 729 یکانش زوج نیست، پس به 2 بخش پذیر نیست. میریم سراغ عدد اول بعدی.
اعداد اولی نبودن دیگه، 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 الی آخر. خب عدد اول بعدی چیه؟ 3. مجموع ارقام این عدد میشه 18، پس به 3 بخش پذیره. 729 رو توی چک نویس یا ماشین حساب با ماشین حساب تقسیم کنید به 3 میشه 243. 243 رو دوباره تقسیم بر 3 میکنیم میشه 81. دوباره 81 رو تقسیم بر 3 میکنیم میشه 27. 27 رو تقسیم بر 3 میکنیم 9 تقسیم بر 3 تقسیم بر 3 1. 729 از ضرب چند تا 3 ساخته شده؟ 6 تا. پس 729 میشه 3 به توان 6، یعنی 3 بار عدد 6 در هم ضرب شده تا عدد 729 رو برای ما ساخته. خب 243 بچه ها ببینید اینو بذارید کنار، چند تا 3 در هم ضرب بشه 243 رو میسازه؟ 5 تا. پس میشه 3 به توان 5. 81 تا دیدی میگی 3 به توان 4. اینا رو باید تمرین کنید که سرعت عملتون تو محاسبات بره بالا. 27 دیدی سری میگی 3 به توان 3. 9 دیدی میگی 3 به توان 2. پس این تجزیه و توان و جذر و اینا همه با هم ارتباط متقابل دارن. اینا رو باید خوب یاد بگیرید تا مطالب بعدی رو به خوبی یاد بگیرید. مثلا بچه ها 3125 رو میخوام تجزیه کنم. 3125 یکانش 5 به 5 بخش پذیره. قاعده های بخش پذیری رو میدونیم دیگه، چند سال خوندیم. پس 3125 تقسیم بر 5 میشه 625. دوباره 625 تقسیم بر 5 میشه 125. همین روند رو ادامه میدیم. تقسیم بر 5 25، تقسیم بر 5 5، تقسیم بر 5 1. پس 3125 از ضرب چند تا 5 ساخته شده؟ 5 تا. مینویسیم 3125 میشه 5 به توان 5. خب به تبع 625 میشه 5 به توان 4. هر جا 625 دیدیم میتونیم 5 به توان 4 بذاریم. 125 دیدیم 5 به توان 3، 25 5 به توان 2. به همین راحتی میتونیم اعداد رو تجزیه کنیم ببینیم از ضرب چند تا عدد ساخته شدن. میریم سراغ توان. دوستان میخوایم مطالب سالهای قبل رو یه یادآوری کنیم، دوره کنیم، بعد بریم سراغ درسای جدیدمون. قاعده های توان رو با هم دیگه یه بار مرور میکنیم. تو قواعد اعداد تواندار وقتی پایه‌ها با هم برابر بود یک رو مینوشتیم، توانا رو با هم جمع میکردیم، درسته؟ مثلا به ما میدادن 7 به توان 5 ضرب در 7 به توان 3، این میشد 7 به توان چند؟ 8. چرا؟ چون اینجا چند تا 7 داشتیم؟ 5 تا 7 داشتیم که داشت در خودش ضرب میشد. همین الان تو تجزیه یاد گرفتیم دیگه، این 7 به توان 5 یعنی 5 تا 7 در خودش ضرب شد. این 7 به توان 3 یعنی عدد 7 رو 3 بار در خودش ضرب کنیم. خب اینجا 3 بار، اینجا 5 بار، رو هم دیگه 8 بار عدد 7 داره در خودش ضرب میشه. این قوانین رو باید خوب بلد باشید که از پس سوالا بر بیاد. قاعده بعدی به ما میگفت وقتی پایه ها برابره و خب توان ها با هم فرق داره، این کارو میکنیم. وقتی پایه ها با هم فرق داشته باشه توان ها با هم برابر باشه. ببینید پایه ها با هم فرق داشته باشه توان ها با هم برابر باشه، یکی از توان ها رو مینوشتیم، پایه ها رو در هم چه کار میکردیم؟ ضرب میکردیم. دلایل اینا رو و مفاهیمش رو من توی فیلم تو کانال گذاشتم ببینید که اینا رو دلیلش رو گفتم، منتها اینجا داریم فقط یادآوری میکنیم. تو تقسیم اگر پایه ها با هم برابر بود توان ها با هم فرق داشت، یکی از پایه ها رو مینویسیم، توان ها رو از هم کم میکنیم. پس وقتی پایه ها برابره یکی از پایه ها رو می‌نویسیم، توان ها رو از هم کم می‌کنیم. تا
تو ضرب جمع میکردیم، تو تقسیم کم میکردیم. خب توی تقسیم وقتی توانها برابره، مثل ضرب که یکی از توانها رو میداریم، ولی اینجا تقسیمه تقسیم میکنیم، مینویسیم A B اوم، یعنی A تقسیم برای B. یه قاعده توان در توان داشتیم، یه عدد تواندار وقتی به یه توان دیگه میرسه، توانا در هم چی میشد؟ ضرب میشد. یا حالا اون علامت ضرب هم نمیذاریم، بگیم A به توان MN. اما یه نکته اینجا بگم، این با این فرق میکنه، این با این فرق داره. چرا؟ مثال میزنیم A به توان 7 به توان 2، اینجا دیگه 7 و 2 رو در هم ضرب نمی کنیم، این با این فرق میکنه. اینجا عدد توان داره A به توان 7 دوبار میخواد در خودش ضرب شه، توانا در هم ضرب میشه، میشه A به توان 14. تو اون فیلمه من براتون توضیح دادم، حالا اینجا باز توضیح میدم. دلیلش اینه، A به توان 7 رو من دوبار میخوام در خودش ضرب کنم. خب پایه ها با هم برابره، توان ها رو جمع کنیم میشه 14. میبینیم اگر 2 و 7 هم در هم ضرب کنیم میشه چند؟ 14. اما این فرقش با این چیه؟ این میگه که عدد A به توان 7 به توان 2، یعنی توان 2 مال 7، ربطی به A نداره، پس میشه A به توان 49. یعنی چی؟ یعنی این که A رو مینویسیم، 7 رو دوبار در خودش ضرب میکنیم. پس این دوتا با هم متفاوت دوستان. اگر تو پرانتز بود توانا در هم ضرب میشه، اگر تو پرانتز نبود این توان مال اینه. مثلا شما دارید A به توان 3 به توان 1 به توان 7، خب اینو باید از بالا بیاید به پایین. A رو مینویسیم 1 به توان 7، 1 به هر توانی برسه میشه 1، 3 به توان 1 هم میشه 3، میشه A به توان 3. پس دوستان اینا رو خوب دقت کنید، تفاوتاشون رو بدونید. بریم سراغ آخرین مطلب. آخرین مطلب توان منفی بود، که A به توان منفی N معکوس میشد، میشد 1 ایوم به توان مثبت N. پس هر موقع یه عدد داشتیم که توانش منفی بود، معکوسش میکنیم توانش بشه مثبت. توان منفی تو ریاضی تعریف نشده است. حالا چرا توان منفی میشه؟ دلیلش الان من میگم چرا توان منفی میشه. شما ببینید 7 توان 3 رو من میخوام تقسیم بر 7 توان 5 کنم. پایه ها با هم برابره، یکی رو مینویسیم، توانا رو از هم کم میکنیم، میشه 7 توان منفی 2. چرا منفی شد؟ بیاین اینا رو کسری بنویسیم ببینیم چه اتفاقی میافته. ببینید 7 توان 3 تقسیم بر 7 توان 5، 7 توان 3 یعنی عدد 7 رو 3 بار در خودش ضرب کنیم، 7 توان 5 یعنی عدد 7 رو 5 بار در خودش ضرب. حالا خوب دقت کنید دوستان، الان این 7 تا با هم ساده میشه، 2 تا 7 تو مخرج مونده، این در واقع میشه 1 به روی 7 به توان 2 یا 1 49. خب پس جواب اینم باید همین بشه. اینم راه منطقی درست ما رفتیم، از این قاعده استفاده کردیم. چون عدد کوچیکتر به عدد بزرگتر تقسیم میشه، پس مقدار هفتایی که میمونه تو مخرج پس کسری میشه. پس این 7 توان منفی 2 در واقع بوده 1 به روی 7 توان 2، حالا 1 توان 2 هم بهش بدیم فرق نمیکنه، میشه 1 هفتم به توان 2. علتش اینه که توان منفی میشه، وگرنه توان منفی تعریف نشده است. یه عدد کوچیکتر به یه عدد بزرگتر تقسیم میشه، توانش منفی در میاد. اگر عدد بزرگ رو به عدد کوچیک تقسیم کنیم، توانش منفی در نمیاد. پس هر موقع توان منفی دیدیم، 2/3 به توان منفی 4
باید معکوسش کنیم، میشه 3/2 به توان مثبت 4. حالا تعریف شده است، میتونیم حساب کنیم که این میشه 81/16 میشه جوابش. حالا به شکل تواندارم خواستیم رهاش بود. پس کل قواعد اعداد تواندار ایناست. یه قاعده دیگه هم داریم که عدد به توان 0 میشه 1 اگر a 0 نباشه. عدد به توان 0 میشه 1. 7 به توان 0 میشه 1. حالا میدونید چرا اینجوری میشه؟ توان 0 یه خورده نامفهومه برامون. یعنی چی توان 0 شده 1؟ دوستان ببینید، اگر من 5 به توان 3 رو تقسیم بر 5 به توان 3 کنم، پایه‌ها با هم برابر 1 رو می‌نویسیم، توان‌ها رو از هم کم می‌کنیم میشه 0. این شد 0. یه راه دیگه میرم، میگم که بچه ها پایه ها رو مساوی در نظر نگیریم، بگیم توان ها با هم برابره، پایه ها رو با هم تقسیم میکنیم، 5 تقسیم بر 5 میشه چند؟ 1 به هر توانی هم برسه میشه 1. خب از این راه منطقی رفتیم شد 1، از این راه هم رفتیم شد 5 به توان 0. یه راه دیگه هم میریم، 5 به توان 3 یعنی 125. این 5 به توان 3 یعنی 125. 125 تقسیم بر 125 میشه چند؟ 1. از 3 تا راه مختلف رفتیم، پس 3 تاش بعد یه جواب داشته باشه. پس 5 به توان 0 همون چنده؟ 1. چون دو تا مقدار مساوی داره به هم تقسیم میشه. پس چه زمانی توان 0 میشه؟ زمانی که دو تا عدد مساوی داره به هم تقسیم میشه. پس آخرین قاعده ای که یاد گرفتید، هر عددی به توان 0 میشه 1، به شرطی که ای ما اون عدد ما 0 نباشه. بریم سراغ مطلب بعدی، جذر، ریشه 2، ریشه 3، ریشه n، ریشه 4، 5. میخوام ببینیم اینا چیه که سالهای قبل خوندید، امسال میخوام یه خورده تخصصی با هم کار کنیم. بچه ها ببینید، عدد 2 رو من به توان 2 میرسونم، عدد منفی 2 رو هم به توان 2 میرسونم. ببینیم چه اتفاقی میفته. به خاطر همین من اومدم تجزیه رو گفتم، قواعد توان رو گفتم، حالا اومدم سراغ ریشه. چون جذر و ریشه گیری برعکس توان میشه. یه راهی رو رفتیم، میخوایم برگردیم به عقب. خوب دقت کنید، من 2 رو به توان 2 میرسونم، 2 ضرب در 2 میشه 4. منفی 2 رو هم به توان 2 میرسونم میشه مثبت 4. چرا؟ چون نگاه کنید، منفی 2 ضرب در منفی 2، منفی ضرب در منفی میشه مثبت 2 2 تا 4 تا. این یادتون باشه، هر موقع تعداد منفیایی که در هم ضرب میشه زوج باشه میشه مثبت، فرق باشه میشه منفی. پس الان چون تعدادش زوجه، یعنی اگر منفی 2 به توان 4 هم بود میشه مثبت 16. اما اگر بود منفی 2 به توان 3، منفی 2 3 بار داره در خودش ضرب میشه، تعدادش فرده میشه منفی 8. منفی در منفی مثبت، مثبت در منفی منفی. پس این نکته هم یادتون باشه، با اینا کار داریم. اگر تعداد منفیایی که ضرب میشه زوج باشه میشه مثبت، فرد باشه میشه منفی. خب حالا خوب دقت کنید، 2 به توان 2 رسید شد 4، منفی 2 هم به توان 2 رسید، جفتش به یه جواب رسید. حالا اگر به ما بگن ریشه 2 عدد 4 چیه، بگیم ریشه 2 2 بوده یا منفی 2 یا هر دوتاشون. خوب دقت کنید، میخوام تفاوت جذر با ریشه 2 بگم بهتون که جذر با ریشه 2 چه تفاوت های شباهت هایی با هم دارن. ریشه 2 4 بچه هم 2 میشه هم منفی 2. پس ریشه 2 4 میشه رادیکال 4 مثبت و رادیکال 4 چی؟ منفی. چرا؟ چون الان این جذر 4 میشه 2، این میشه مثبت 2، این جذر 4 میشه 2، قرینش میشه چی؟ منفی 2.
پس ریشه دوم یعنی این که ما بریم بگردیم ببینیم چه عددی دو بار در خودش ضرب میشه بشه مثبت 4، چه عددی دو بار در خودش ضرب بشه میشه مثبت 4، مثبت 2 و منفی 2. پس ریشه دوم عدد 4 اعداد منفی 2 و مثبت 2 هستن. چند تا ریشه داره؟ 2 تا ریشه داره. پس عدد 4 2 تا ریشه داره. اما اگر به شما گفتن جذر عدد 4، میخوایم تفاوت ریشه رو با جذر بدونید. جذر عدد 4 میشود 2. جذر همون ریشه مثبته. پس تفاوت جذر با ریشه اینه. اگر به شما گفتن ریشه دوم عدد 4، میگید مثبت 2 و منفی 2، چون ریشه دوم یعنی چه عددی دو بار در خودش ضرب شده شده 4. میبینیم دو تا عدد داریم، یکیش مثبت 2 یکیش منفی 2. اما اگه به شما گفتن جذر 4 چی میشه، میگید عدد 2. پس جذر همان ریشه چیه؟ مثبت 1 عدد است. این فرق جذر و ریشه است که بعضیا نمیدونستن. پس ما میگیم ریشه دوم میشه جذر 4، هم مثبتش هم چی؟ منفیش. منفی رادیکال 4 و مثبت رادیکال 4 که میشه مثبت 2 منفی. اگه همینجوری گفتن جذر 4 چی میشه، میگید 2 میشه. ریشه دوم 4 مثبت 2 و منفی 2. خب ریشه دوم عدد 9، عدد 9 رو میخوام ببینیم ریشه دومش چی میشه. ریشه دوم عدد 9 چه عددی دو بار در خودش ضرب بشه؟ میگیم مثبت رادیکال 9 و چی؟ منفی رادیکال 9. هم مثبت رادیکال 9 هم منفی 9. حالا این دوتا رو بعضی موقع با هم میگیم، مثبت منفی رادیکال 9، هم مثبت رادیکال 9 هم منفی. میتونیم جدا جدا بنویسیم، میتونیم کنار هم بنویسیم، که این میشه مثبت منفی 3 که هم مثبت 3 میشه هم منفی 3. این هم باز میشه 3 و منفی 3. پس ریشه دوم یعنی چه عددی بوده دو بار در خودش ضرب شده شده این. حالا بچه ها به شما میگن x به توان 2 شده 25، این معادله رو حل کنید. این همون ریشه دومه، یعنی ما باید بگردیم ریشه دوم 25 رو پیدا کنیم. ما میدونیم مثبت 5 به توان 2 میشه 25، منفی 5 هم به توان 2 طبق توضیحی که دادم میشه مثبت 25. پس ریشه دوم 25 چی میشه؟ میشه مثبت منفی رادیکال 25 که هم مثبت هم منفی 5 میشه. هم مثبت 5 هم منفی 5. میخوایم ببینیم اگر به ما گفتن که ریشه دوم عدد منفی 16 چیه؟ ریشه دوم عدد منفی 16، آیا عددی میتونیم پیدا کنیم که در خودش ضرب بشه بشه منفی 16؟ شاید شما بگید آقا 4 و منفی 4، این که در خودش نیست که، ریشه یعنی دو بار در خودش ضرب شه، پس این غلطه. اگر ما 4 رو به توان 2 برسونیم میشه مثبت 16، منفی 4 هم به توان 2 برسونیم میشه مثبت 16، منفی 16 نمیشه که. پس میگیم اعداد منفی ریشه دوم چی؟ ندارند. هیچ عددی نمیتونیم پیدا کنیم که دو بار در خودش ضرب بشه بشه منفی. پس اعداد منفی ریشه دوم ندارن. حالا بریم سراغ ریشه سوم ببینیم اعداد منفی. پس این اصلا غلط شد، ریشه دوم منفی 16 بیمعنیه. ما هیچ عددی نمیتونیم پیدا کنیم که دو بار در خودش ضرب بشه بشه منفی 16. حالا بریم سراغ ریشه سوم. دوستان شما مکعب و کعب و اینا رو یاد گرفتید. برای پیدا کردن حجم یک مکعب چه کار میکردید؟
چه کار میکردیم؟ طول و عرض ارتفاع در هم ضرب میکردیم. یعنی وقتی مکعبمون همه طول و عرض ارتفاعش با هم برابره دیگه، وگرنه میشد مکعب مستطیل یا یک منشور میشد. چون همش با هم برابره یعنی سه بار در خودش ضرب کنیم میشه ای به توان سه. پس مکعب یک عدد میشه ای به توان سه. اعداد مکعبی هم تو الگوها یاد گرفتید، یک به توان سه، دو به توان سه، سه به توان سه، چهار به توان سه، اینا اعداد چی بود؟ مکعبی. که میشد چی؟ یک، هشت، بیست و هفت، اینا حجم مکعب هایی به اعضای یک، دو، سه، چهار، پنج ایناست. خب مکعب عدد چهار چی میشه؟ 64. مکعب عدد 525. همینجوری الی آخر. خب برعکس مکعب میشه ریشه سوم، منتها ریشه سوم تو اعداد مثبت و منفی فرق میکنه. حالا اینجا علاوه هندسی زن منفی نیست، میریم منفیاش هم میگیم. چه عددی بوده که سه بار در خودش ضرب شده شده یک؟ ریشه سوم عدد یک میشود چی؟ یک. یعنی چه عددی بوده سه بار در خودش ضرب شده شده یک؟ میگیم چی بوده؟ یک. ریشه سوم عدد هشت چی میشه؟ میگیم چه عددی بوده سه بار در خودش ضرب شده شده هشت. این عددی که اینجا قرار میگیره بهش میگیم فرجه رادیکال. اینو که به خودش میگیم رادیکال. فرجه رادیکال سه یعنی همون ریشه سوم. یعنی چه عددی بوده سه بار در خودش ضرب شده شده هشت. خب جذر هشت ریشه سوم هشت میشه چند؟ دو. من چرا تجزیه رو یادتون دادم؟ اینجا عددش کوچیکه، ما میفهمیم که دو بوده سه بار در خودش ضرب شده شده هشت. ما یه روش جذرگیری از راه تجزیه یادتون میدیم بعد از این توضیح ریشه سوم، مبحث بعدی که میخوایم درس بدیم که اعداد بزرگ اگه بود اینا رو چجوری حساب کنیم. چه عددی بوده سه بار در خودش ضرب شده شده 216؟ به راحتی نمیتونیم پیداش کنیم. یا اعداد بزرگتر با کمک تجزیه و توانی که یادتون دادم میتونیم اینا رو هم پیدا کنیم. ولی الان اینجا جلوی چشممونه، چه عددی سه بار ضرب شد شد هشت؟ میشه دو. به این کتاب قدیمی کعب هم میگفتن، کعب عدد هشت. کعب عدد هشت میشود دو. یعنی چه عددی بوده سه بار در خودش ضرب شده شده هشت. خب دوستان الان ببینید به ما میگن رادیکال خب 343 به فرجه سه. یعنی چی؟ یعنی ریشه سوم عدد 343 رو میخواد. یعنی چه مکعبی بوده، زلش چی بوده که حجمش شده 343، حالا واحد مربع، واحد مکعب یا سانتی متر مکعب یا متر مکعب، چه زلی داشته، چند سانتی بوده که حجمش شده 343؟ این میشه ریشه سوم. یعنی دنبال زل مکعب میگردیم. ای به توان سه شده 343. ما میخوایم ای رو پیدا کنیم، میگیم ای مساوی است با رادیکال 343 به فرجه سه، یعنی ریشه سوم 343. پس بچه ها جذر و مجذور برعکس هم میگن، مکعب و کعب برعکس هم میگن. اینا رو خوب که دقت کنید خیلی راحت میتونید ارتباط توان و جذر و اینا رو بدونید. خب الان میخوایم اینو پیدا کنیم. من چه میدونم این چی بوده؟ میام تجزیهش میکنم. 343 میخوام تجزیهش کنم. رقم یکانش که دو نیست به دو تقسیم کنم. رقم یکانش دو نیست پس زوج نیست به دو بخش بزنیست. مجموع ارقامش میشه 10.
به سه هم به اشپزی نیست. قاعده به اشپزی به ده اینه که به سه اینه که ارقام با هم جمع کنیم، مجموع ارقام اگر به سه به اشپزی شد این عدد هم به سه به اشپزی پس نیست. یکانش هم که صفر یا پنج نیست که پنج به اشپزی باشه. میریم سراغ عدد اول بعدی، به هفت به اشپزیه. قاعده بخش پذیری به هفت و همه دوستان سال قبل یاد گرفتن. یکان اگر دو برابر کنیم از بقیه ارقام کم کنیم عدد بعد مضرب هفت بشه یا صفر بشه. الان دو سه تا میشه 6 تا، 6 رو از 34 کم کنیم میشه چند؟ 28. 4 هفت تا 28 تا مضرب هفت شد. پس این عدد به هفت بخش پذیره. 343 رو تقسیم بر 7 کنیم میشه 49. این کار رو تو چک نویس خودتون میتونید انجام بدید. 49 تقسیم بر 7 7، 7 تقسیم بر 7 1، پس شد 7 به توان 3. پس به جای 343 میذارم 7 به توان 3 به فوج 3 که این میشه چند؟ 7. چه عددی بوده 3 بار در خودش ضرب شده شده 7 به توان 3؟ خود 7 بوده. یا اصطلاحاً میگیم توان به فرجه تقسیم میشه عدد از رادیکال میاد بیرون، میشه 7 به توان 3 تقسیم بر 3 میاد بیرون میشه 7. یا همون 216 که خدمتتون عرض کردم میخوایم تجزیهش کنیم ببینیم چه عددی بوده 3 بار در خودش ضرب شده. من الان میدونم 6 بوده، شما هم یه خورده تمرین کنید میتونید به این برسید، ولی کسی که نمیدونه میاد 216 رو تجزیه میکنه. 216 تقسیم بر 2 میشه 108، تقسیم بر 2 54، تقسیم بر 2 27. نگاه میکنیم میبینیم دیگه به 2 تقسیم نمیشه. خب به عدد اول بعدی به 3 باید اینا عدد اول باشن دوستان. 27 تقسیم بر 3 9، 9 تقسیم بر 3 3، 3 تقسیم بر 3 1. پس میبینیم این 216 شد 2 به توان 3 ضرب در 1 2 3، 3 به توان 3 به فرجه 3. یعنی چه عددی بوده که 3 بار در خودش ضرب شده شده 216. خب ما تک تک اینا رو میخواییم از رادیکال بیاریم بیرون، پارسال جزگیری از راه تجزیه رو یاد گرفتیم. این میشه 2 ضرب در 3 که میشه چند؟ 6. این 2 3 به این 3 تقسیم میشه میاد بیرون میشه 2 به توان 1 که حالا 1ش رو نمیذاریم. این 3 هم 3 بوده که 3 بار در خودش ضرب شده شده 3 به توان 3. یا 3 میخواد از رادیکال از زندان آزاد بشه توانش به فرجه تقسیم میشه میشه 3 به توان 2 3 تا میشه 6 تا. شما الان 6 رو 3 بار در خودش ضرب کنید میشه 216. پس ریشه سوم 216 چند بوده؟ 6 بوده. پس با کمک تجزیه و قواعد توان میتونیم جذر اعدادم به دست بیاریم. خب بریم ببینیم اعداد منفی ریشه دوم نداشتن. ببینیم اعداد منفی ریشه سوم دارن یا نه. مثلا به ما میگن ریشه سوم منفی 8 چی میشه؟ اینا اما میخوان. خب ریشه سوم منفی 8 یعنی چه عددی بوده 3 بار در خودش ضرب شده شده منفی 8. منفی 8 رو شما 8ش رو سریع میتونید تجزیه کنید میشه 2 به توان 3. یعنی عدد 2 بوده که 3 بار در خودش ضرب شده شده 8. اما منفی 8 عدد منفی 2 بوده که 3 بار در خودش ضرب شده شده منفی 8. پس اعداد منفی ریشه فرد دارن، ریشه سوم، ریشه پنجم، ریشه هفتم دارن، اما ریشه زوج ندارن. دلیلش هم گفتیم چون هیچ عددی نمیتونیم پیدا کنیم که دو بار در خودش ضرب بشه بشه منفی 4. اصلا این علاوه ریاضی تعریف نشده است. هیچ عددی نمیتونیم پیدا کنیم دو بار در خودش ضرب شه بشه منفی 4. خب پس این شد منفی 2. منفی 2 بوده که 3 بار در خودش ضرب شده شده منفی 8. ریشه سوم منفی 27 منفی 3 میشه. منفی 3 بوده که 3 بار در خودش ضرب شده شده منفی 27.
ریشه سوم 125 میشه 5. 5 بوده که 3 بار در خودش ضرب بشه میشه 125. پس نکته، اعداد مثبت ریشه دوم دارن، دو تا هم دارن. ریشه های زوج همیشه دو تاست برای اعداد مثبت. اعداد منفی ریشه زوج اصلا ندارن، ریشه دوم ندارن، ریشه چهارم، ریشه ششم ندارن. مثلا ریشه چهارم ریشه چهارم عدد منفی 81. ما میدونیم خود 81 ریشه چهارم داره، ولی منفی 81 ریشه چهارم نداره. چرا؟ شما اگر بگید منفی 3، منفی 3 رو 4 بار در خودش ضرب کنید میشه مثبت 81. منفی در منفی مثبت، این منفی در منفی هم میشه مثبت، جوابش مثبت در مثبت میشه مثبت. پس اعداد منفی ریشه چهارم چی؟ ندارن. ولی ریشه فرد الان دیدیم ریشه سوم دارن، یه دونه هم دارن. ریشه سوم یه دونه داریم، ریشه پنجم یه دونه، ریشه هفتم یه دونه، ولی ریشه زوج برای اعداد فقط مثبت دو تا داریم. حالا صفر عددیه که ریشه دومش میشه صفر یه دونه است، ریشه سومش باز میشه صفر، ریشه چهارم فقط یه دونه است، یه دونه ریشه بیشتر نداره. دوستان جزگیری از راه تجزیه رو که سال قبل خوندید یه بار مرور میکنیم، توی محاسباتمون به اینا احتیاج داریم. ببینید جزر 49 میشه 7، ولی اگر 49 رو تجزیه کنیم میشه 7 به توان 2. رادیکال هایی که فرجه ندارن فرجه شون 2ه. این یادتون باشه رادیکالی که فرجش امه، ام باید یه عددی بزرگتر یا مساوی 2 باشه و عدد طبیعی هم باشه. یعنی ام عضو اعداد چی باشه؟ طبیعی و بزرگتر از 2. یعنی فرجه رادیکال میتونه 2 باشه، 3 باشه، 4، 5 الی آخر. خب الان من میخوام این عدد رادیکال بیارم بیرون. تو جزگیری از راه تجزیات گرفتیم توان رو به فرجه تقسیم میکنیم میاریم بیرون میشه 7. 7 بوده که 2 بار در خودش ضرب شده، شده 7 به توان 2 یا 49. 7 به توان 2 به شکل تواندار 49. حالا 48 رو میخوام تجزیه کنم. 48 مجذور کامل نیست، جزرش دقیق در نمیاد. 7 هفتم میشه 49، از 48 بیشتره. 6 ششتم میشه 36، از 48 کمتره. پس جزر 49 سال قبل یاد گرفتید یه عددی بین 6 و 7 اینجاها قرار میگیره. حالا کجاست دقیقش رو میتونید با رابطه فیثاغورس و اون مثلثهای قائم الزاویه که سال 9 ایجاد میکنید یه مثلث درست کنید که وترش بشه رادیکال 48، بعد کمان بزنید روی محور دقیقش رو پیدا کنید. پس رادیکال 48 تقریبا نزدیکای اینجا میشه، یه عددی بین 6 و 7. حالا اینا اگر ما بخوایم حدودش نگیم، از راه تجزیه مقداری که میشه از زیر رادیکال بیاریمش بیرون، نذاریم زیر رادیکال بمونه. دو تا راه من یادتون میدم بچه ها. اینو میتونیم بگیم 16 ضرب در 3، 16 ضرب در 3 میشه 48، 4 ضرب در 12 میشه 48، 3 تا مثلا 2 ضرب در 24 هم میشه 48. ولی ما یه عددی رو به کار ببریم که مجذور کامل باشه، تا حدی هم که میتونه بزرگ باشه، پس میشه 16 ضرب در 3 میشه 48. حالا بچه ها توی ضرب رادیکال یاد گرفتید میتونید وقتی اینا جفتشون مثبتن جفتشون رو ببرید زیر یه رادیکال، درسته؟ خب الان جواب این چی میشه؟ 16 از این رادیکال میاد بیرون میشه 4، 4 ضرب در رادیکال 3 رو ضربم نمیذاریم میگیم 4 رادیکال 3. پس با کمک تجزیه جزر 48 میشه 4 رادیکال 3. حالا رادیکال 3 میشه 1 و خورده ای، ضرب در 4 میشه 6 و خورده ای، دیگه بین 6 و 7 میشه.
همینجوری میذاریمش بمونه. این یه عدد گنگه. بریم سراغ این رادیکال 75. ما میگیم که چی؟ 25 ضرب در 3. 18 رو میکنیمش 9 ضرب در 2. این مجذور کامله. 6 ستا میشه 18، ولی این مجذور کامل باید بشه، این مجذور کامل باشه. 50 رو مینویسیم 25 ضرب در 2. 27 رو میکنیمش 9 ضرب در 3. این یه راه تجزیهش هم میگم که تواندار بنویسیم. خب دوستان ببینید، جذر 25 میشه 5، میاد بیرون میشه 5 رادیکال 3. طبق نکته‌ای که اونجا گفتم رادیکال 25 ضرب در 3 رو میتونم بنویسم رادیکال 25 ضرب در رادیکال 3، این میشه 5 ضرب در رادیکال 3 میشه 5 رادیکال 3. این جذر 9، 9 از زندان آزاد میشه، آدم خوبی شده، میخوام از زندان آزادش کنیم، میاد بیرون میشه 3، 3 دوتا میشه 6 رادیکال 2. این 25 از زندان آزاد میشه، میاد بیرون میشه 5 رادیکال 2، 2 زیر رادیکال میمونه 7 ابد تا آخر عمرش باز زیر رادیکال باشه. اینجا 9 میاد بیرون میشه 3 رادیکال 3. خب حالا رادیکالایی که متشابه هستن میتونیم با هم دیگه ساده کنیم. خوب دقت کنید، 5 رادیکال 3 منهای 3 تا رادیکال 3، 5 تا رادیکال 3 منهای 3 تا رادیکال 3 میشه 2 تا رادیکال 3. مثل همون عبارت جبری میگفتید 5x منهای 3x میشه 2x، این هم همونه دیگه، فرقی نمیخواد. 6 رادیکال 2 منهای 5 رادیکال 2 میشه یه دونه رادیکال 2. حالا یه دونه رادیکال 2 رو میتونیم یکشو بذاریم، میتونیم نذاریم، نذاریم بهتره. پس این شد 2 رادیکال 3 به علاوه رادیکال 2 که یه عدد گنگه، حدودش رو میتونیم پیدا کنیم تقریبی شد، ولی دقیقش رو نه. این یه روش بود. روش دیگرم من میگم دوستان، ببینید ما این 48ی که اینجا تجزیه کردیم بیاید تواندار بنویسیم. من 48 رو تجزیه کنم، نمیدونم 16 ضرب در 3 تقسیم بر 2 24، تقسیم بر 2 12، تقسیم بر 2 6، تقسیم بر 3 1. ببینید ضرب چند تا 2 ساخته شده؟ 1 2 3 4. پس به جای 48 میذارم 2 به توان 4 ضرب در یه دونم 3 دارم، خود 3 رو می‌نویسم. خب گفتیم عدد تواندار بخواد از رادیکال آزاد بشه بیاد بیرون، توانش به فرجه رادیکال که 2 تقسیم میشه، 4 تقسیم بر 2 میشه 2، پس این میشه 2 به توان 2. یا اصلا بخوایم دقیقا بگیم 2 به توان 2 بوده ضرب در 2 به توان 2 شده، شده 2 به توان 4. پس جذر 2 به توان 4 میشه 2 به توان 2. خب این 3 چی؟ 3 توی رادیکال مونده، ضرب در رادیکال 3 که میشه 2 به توان 2 ضرب در رادیکال 3. 2 به توان 2 همون 4 میشه 4 رادیکال 3. روش قبلی فیلمو بزنید عقب ببینید، 16 ضرب در 3 نوشته بودیم شد 4 رادیکال 3، اینم که تواندارشه. منتها اگر اینجوری بتونید بنویسید راحت ترید، نخواهید تواندار بنویسید درد سر بکشید. اگر دیدید عدد رو نمیتونید تجزیهش کنید ذهنی، این کار بکنید. یه نکته خیلی 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 مهم میخوام الان بهتون بگم که توی سوالات مختلف کاربرد زیادی داره. نکتش اینه، ببینید اعداد منفی که اصلا ریشه زوج ندارن، کاری به اعداد منفی ندارن، ریشه فرد دارن و اینا، حالا اون جای خودش. من الان از صفر به اونور محور رو میخوام دو تا منطقش کنم، یه منطقه اعداد بزرگتر از یک، یه منطقه دیگه اعداد بین صفر و یک، یعنی این محدوده، اعدادی که بین صفر و یک قرار گرفتن. پس دوستان یه محدودمون اعداد بزرگتر یا مساوی یک، یعنی خود یک هم عضوشونه. منطقه بعدی یه جزیره است، اعداد بین صفر و یک، اعداد بین صفر و یک، یک دهم، یک صدم، یک هزارم، دو دهم، نیم، بیست پنج صدم،
کلی عدد میشه اینجا. میخوام ببینیم اینا چه شرایطی دارن، وقتی به توان میرسن چه اتفاقی براشون میفته، وقتی جذرشون رو میگیریم چی میشه. خب ببینید اینجا من نوشتم یک کوچیکتر از ایه. خب وقتی ای رو به توان دو میرسونیم بزرگتر از خودش میشه، دوباره به توان سه میرسونیم از اینا بزرگتر میشه به توان چهار. یعنی اعداد بزرگتر از یک وقتی به توان میرسونیم هی بزرگتر میشه، اعداد بزرگتر از یک. حالا چرا؟ خوب دقت کنید، این بزرگتر از یکه چون خود یک دیگه نیست، اعداد بزرگتر از یک، چون یک به هر توانی برسه میشه خودش دیگه، بزرگتر از خودش که نمیشه. پس اعداد بزرگتر از یک رو داریم بررسی میکنیم. من یه مثال میذارم بچه ها، عدد دو خوبه بذاریم، دو رو میذارم اینجا، دو الان از یک بزرگتره درسته؟ دو رو به توان دو میرسونم، دو به توان دو میشه چهار، چهار باز از دو بزرگتره. دو رو دوباره به توان سه میرسونم، دو چهارتا میشه هشت، هشت باز از چهار بزرگتره. دو رو به توان چهار میرسونم میشه 16، دو رو به توان پنج میرسونم میشه 32، دو رو به توان شش میرسونم میشه 64. همینجوری ادامه میدم، میبینیم هر چقدر توانش بزرگتر باشه عدد چی میشه؟ بزرگتر میشه. آیا این جزیره‌ای که گفتیم اعداد بین صفر و یکم این ویژگی رو دارن یا نه؟ میخوایم بررسی کنیم. گفتیم اگر عدد بین صفر و یک باشه، یعنی از یک کوچیکتر باشه از صفر بزرگتر، عدد رو وقتی به توان میرسونیم هی داره کوچیک میشه. این چیزی که اینجا گفتیم، ای از یک کوچیکتره و صفر هم بزرگتره، یعنی منفی نیست، وقتی به توان میرسونیم بزرگتر از این شد یا کوچکتر. ببینید دهنه بسته سمت اینه، یعنی ای به توان دو کوچکتر از ایه، ای به توان سه کوچکتر از ای به توان دو. هرچی هم توانش بزرگتر میشه هی داره کوچکتر میشه. چرا؟ یه مثال بزنیم. الان بچه ها عدد نیم نمره، پنجدهم یا یک دوم فرقی نمیکنه، نیم از یک چیه؟ کوچیکتره. نیم رو به توان دو برسونید، پنجدهم ضرب در پنجدهم میشه 25/100. معلم به شما توی یه نمره یه سوالی 25/100 بده بهتره یا نیم نمره؟ نیم نمره بیشتره دیگه. پس ببینید 25/100 کوچیکتر از اینه. اینجا به توان میرسوندیم اعداد بزرگ میشد، ولی اینجا برعکسه، اعداد بین صفر و یک اعداد عجیبی هن. به توان میرسونیم کوچکتر از خود قبلیه میشه، کوچکتر از این میشه. دوباره به توان سه برسونید، پنجدهم رو سه بار در خودش ضرب کنید میشه 125/1000. 125/1000 از 25/100 کمتره. الان یه صفر بذارید جلوی این میشه 250/1000، این 125/1000 نصف اینه، درسته؟ پس کوچیکتر شد. دوباره به توان 4 برسونید میشه 625/1000، باز کوچیکتر شد. هر چقدر داریم توانش رو بیشتر میکنیم، بیشتر در خودش ضرب میکنیم، عدد داره کوچیکتر میشه. پس نکته رو جمع‌بندی میکنم تو دو جمله، اعداد بزرگتر از یک، اعداد بزرگتر از یک، ای بزرگتر از یک یعنی اعداد بزرگتر از یک، وقتی توانشون بزرگتر بشه هی ارزششون میره بالاتر، بزرگتر میشن. اعداد بین صفر و یک یعنی این محدوده، این منطقه، ببینید اینجا اعداد بین صفر و یک هر چقدر توانشون بزرگتر میشه کوچیکتر میشن، ارزششون میاد پایین تر. پس الان ای به توان پنج و ای به توان هفت کدوم بزرگتره؟ شاید بعضی بگن آقا این توانش بزرگتره، چون عدد بین صفر و یکه توی این اعداد ها، یعنی توی این فاصله،
چون عدد بین صفر که توان هرچی بزرگتر باشه کوچیکتر میشه، طبق نکته ای که گفتیم. انشالله بقیهش بمونه جلسه آینده که جذر چه اتفاقی میفته. تو جذر برعکس میشه، این اعداد و وقتی جذرشون رو میگیریم بزرگتر از خودشون میشه، که حالا یه اشاره میکنم. مثلا جذر 25 صدم میشه 5 دهم بزرگتر از خودش شد، تو این اعداد کوچیکتر میشه. مثلا جذر 16 رو میگیری میشه 4، کوچیکتر از خودش میشه. پس جذر و توان توی این محدوده برعکس عمل میکنه، اعداد بین 0 و 1. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید.